سلام عرض می‌کنم خدمت شما. منم سلام می‌کنم به سلام عرض می‌کنم. سلام. مهمان این برنامه روبرو مهران احمدی. مهران احمدی متولد 1352 در نیشابور است. او در سال 1373 با قبولی در دانشگاه آزاد و تحصیل در رشته تئاتر در رشته بازیگری فارغ التحصیل شد. سریال جدال با سرنوشت ساخته مسعود رشیدی اولین سریالی است که با بازی احمدی از شبکه یک پخش شد. احمدی پس از سالها تجربه در عرصه برنامه‌ریزی و دستیاری کارگردانی، فعالیت سینمایی خود به عنوان بازیگر را در سال 1385 با بازی در فیلم آدم ساخته عبدالرضا کاهانی آغاز کرد. روز روشن به کارگردانی حسین شهابی نخستین فیلمی است که مهران احمدی در آن عهده‌دار نقش اصلی مرد می‌شود. برای بازی در فیلم آلزایمر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از بخش جلوه‌گاه شرق جشنواره فجر شد. با حضور در فصل دوم سریال پایتخت در نقش بهبود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و در فصل‌های سوم و ششم این مجموعه هم خوش درخشید. بازی در نقش منفی شخصیت شکیب در سریال آوای باران ساخته حسین سهیلی‌زاده از نقش‌های ماندگار او محسوب می‌شود. برای نخستین بار بازی در نمایش خانگی را با حضور در سریال ابله به کارگردانی کمال تبریزی تجربه کرد. احمدی نخستین فیلم سینمایی خود را با عنوان مصادره را در سال 1396 کارگردانی کرد. در دومین تجربه کارگردانیش سراغ ساخت فیلم سگبند رفت که به دلیل کرونا با 3 سال تأخیر اکران شد. احمدی در سال 99 با بازی در 4 فیلم ابلغ، کوسه، لیپار و روز ششم سال پرکاری را پشت سر گذاشت. سگبند بعد از 3 سال و فروکش کردن موج کرونا در سینماها اکران شد و با فروش بیش از 42 میلیارد تومان در رتبه پرفروشترین فیلم سال قرار گرفت. خانم‌ها، آقایان، این شما و این مهمان این برنامه روبرو، مهران احمدی. آقای احمدی، خوش اومدید به برنامه روبرو. ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. در ابتدا اگه صحبتی دارید، سلام علیکی دارید، در خدمتتون هستم. بله، سلام و عرض ادب و احترام به شما و بیننده های برنامه روبرو. مصاحبمون یه سوال کلیشه‌ای میخوام شروع کنم، این که شما خودتون رو بازیگر میدونید یا کارگردان؟ من شغلم بازیگریه، چالشم کارگردانی. خب این اتفاق کی افتاد واسهتون؟ یعنی از همون بدو ورود همین دو منظور رو داشتید؟ بله. من مدت های زیادی رو، خب شاید بعضی ها ندونن که دستیاری کردم و دستیار آدم‌های مهمی بودم با افتخار. حدود 14 فیلم در کارنامه من دستیاری برنامه ریزی هست و این یعنی این که من از گذشته دوست داشتم بالاخره یک روزی به کارگردانی هم فکر کنم. خب شرایطش وقتی مهیا شد، با اون بلوغ خودم فکر می‌کردم که رسیدم این کار رو انجام بدم. خب خیلی مثل خیلی از دستیار برنامه‌ریزا تو همون پشت دوربین نموندی، یه سری اومدین جلوی دوربین دوباره برگشتین پشت دوربین. همین جوره، یعنی این رفت و آمده. البته از یک جایی دیگه من تصمیم گرفتم دستیاری نکنم. فکر می‌کنم فیلم 1359 آقای سالور بود که دیگه گفتم آقا خداحافظ ما دستیاری، چون کار بسیار سختیه. در صورت کارگردانی و دستیار بودن برای یک کارگردان کار بسیار بسیار سختیه. اون زمان من چون مشغولیت بازیم بیشتر شده بود دیگه، بنابراین دستیاری رو گفتم دیگه فعلا بذاریم کنار. تا دستبازش هم بهتر بود دیگه. به بازیگری خب من از قبل از دستیاری هم کار میکردم، حالا تو تئاتر و تلویزیون بیشتر. بله معلومه، مثلا پول ندن که بازی نمی کنیم. بعد ولی ماجرا اینه که خود من بعد از این دستیاری ها هم باز 6-7 فیلم کوتاه ساختم و به کارگردانی همچنان فکر میکردم. یعنی
اتمام سوالم همینه، میخوام ببینم از چه زمانی حس کردید باید بسازید، دقیقاً اون لحظه ای که فکر کردید حالا دیگه باید وقت ساختن و باید خودم نفر اول بشم. نفر اول تو کجا؟ توی پروژه فیلم نفر اول کارگردان، مهمان کارگردان دیگه، از منظر معنویش دارم. بله میفهمم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که یک آدمی نفر اول توی یک مثلا پدیده ای به نام سینما. همیشه فکر میکنم که آدم ها با هم دیگه یک فیلم رو مشترکن میسازن و توی جایگاه های خودشون همشون کارگردانن. یک کارگردان داریم که این آدم ها رو در حقیقت به هم دیگه وصل میکنه و هماهنگشون میکنه بیشتر تا یک کار یک دست و درست استاندارد از نظر اون کارگردان اتفاق بیفته. از چه زمانی که میگم همیشه تو فکرم بود، یه جایی که احساس کردم خب حالا من یه فیلم باید بسازم، اومدم برای آخرین فیلم کوتاه تمام عوامل پشت دوربین رو آوردم و یه فیلم کوتاه ساختم باشون با هزینه شخصی. گفتم ببینم که اول من میتونم آیا این قدرت رو دارم که حالا این آدم‌هایی که همه‌شون هم درجه یک بودن، از مسعود سلامی تا آقای عباس رستگارپور و حالا بقیه عواملی که بالاخره عمری توی سینما کار کرده بودن، و همین اتفاق هم افتاد. یه فیلم کوتاه ساختیم با هم دیگه و بعد ما شروع کردیم برای فیلم اول با همون عوامل که فیلم مصادره بود. حالا از تو صحبت خودتون میشه اینجور استنباط کرد که کارگردان اهل تعاملی هستید تا بیشتر کارگردان دیکتاتوری باشید. خودتون تو چه دسته‌ای در واقع قرار میدید؟ دیکتاتوری که اصول دموکراسی رو بلده، به این معنا که من حرف تقریبا همه آدم ها رو گوش میدم و هیچ وقت فکر نمی کنم که همه چی رو بلدم و میدونم بدون اغراق. فکر میکنم که باید اتفاقا آدم ها با هم حرف بزنن، ولی در نهایت نتیجه‌ای که قرار اتفاق بیفته رو خودم تصمیمش رو میگیرم. یه جایی هم آدم احساس میکنه که سلیقه های مختلف میان پشت گوشت یه چیزایی میگن، حالا همه هم روی حسن نیت و لطف، و این تشدد آرا باعث میشه که تو دچار تشکیک بشی، یعنی دیگه فکر کنی این اون یا تو یا اون، هر کسی یه چیزی گفته. بنابراین اونجاست که فقط به حرف احساس و غریزه خودت فکر میکنی و فکر میکنی اون درست داریمه. چرا اولین کار در واقع حرفه‌ایتون تو عرصه کارگردانی با یه کار کمدی شروع کردن؟ به خاطر در واقع سیف بودن در واقع فروش فیلم و اینکه موقعیتتون به عنوان یه کارگردان تثبیت کنید، یا اینکه اصلا به موضوع مصادره و داستانش قبل فکر کرده بودین؟ قطعا یکیش همینیه که شما میگید. من سینما رو خالی از مخاطب اصلا نه دوست دارم نه میفهممش. کمدی معمولا در جهان جز به ژانرهای مورد علاقه تقریبا همگانه و جز به پرفروش هاست. کمدیه که جایی رو برای تو در اقتصاد سینما میگذاره که به قول شما سیفتش میکنه، یعنی میگه آقا من هستم نترس. یک پولی، یک سرمایهی قراره وارد یک شغلی بشه و من در قبال اون پول بالاخره خودم مسئول میدونم. اینجوری تو فقط به خودت و اینکه بری یه تجربه ای بکنی حالا ببینی که چی میشه دیگه اتفاق نمیفته برات. یک آدم هایی هستن پول میذارن، یه آدم های دیگه هم دارن زحمت میکشن، خب تو باید مراقبت کنی از این چیزا. من برام این ارزشه. دو اینکه مورد علاقه خود من برای ساخت قطعا کمدیه. من از اینکه آدم ها لذت ببرن و حالشون خوب باشه خب خوشحال میشم، کیف میکنم. توی همین مصادره یا سگبند پشت در سالن وقتی صدای خنده آدم ها رو میشنوم کیف میکنم. ضمن اینکه خود محیط فیلم وقتی تو توش هستی خیلی جذابه. آدم
کیف میکنه دیگه، همش چیزای کمدی اتفاق میفته، میخندی، فضای نشاط آور بهتری داره. اینقدر خشن نیست. سینما برای بعضی ها میدون جنگه، برای من میدون جنگ نیست، برای من یه تفریح خطرناک. مثل این قایقا هستن که تو این رودخونه های خروشان میرن، تو خب میترسی، نگران میشی، هزار تا بالا پایین داره، ولی مطمئنی که آخرش سلامت میرسی. کشته قرار نیست بدیم توی فیلم. بعضی هم آدم میکشن توی فیلم، دیدیم دیگه توی فیلم مثلا 4 نفر زخمی و لت و پاره. کمدی کمی اینجوری دشات آوره برام، دوست دارم. بعد با کمدی حرفای خیلی غلیظ رو میشه زد، به شرط اینکه اجازه بدم یک حرفایی که غلیظه و تو تراژدی نمیشه زد توی کمدی میشه زد. بعد اون وقت اون فضایی که جلوی دوربین حاکمه تو کار کمدی، یعنی همون فضا تو پشت دوربین هم شما حاکم میکنی؟ معلومه باید باشه، اگر حالمون خوب نباشه که آخه چه جوری کمدی شکل میگیره اصلا. البته جدیت رو نباید با نشاط خیلی در واقع چیز کرده، اینکه ما سر کارمون جدی هستیم برای اینکه میخواییم یک کار اثر سینمایی بسازیم، با اینکه مثلا وا بدیم و نه، اینجوری نیست واقعا. ولی حال گروه مثلا یه صحنه هایی من خودم بازی میکردم، اینو بارها شاهد بودم، مثلا بچه های پشت دوربین فیلم برداری و اینا واقعا نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن اون لحظه، همین حال طرف رو خوب میکنه. میدونی چی میگم؟ مثلا من دیدم دستیاری که دستیار فیلم برداری که نتونست خودش رو کنترل کنه، خب نبایدم میخندینه صداش میاد، ویل کرد رفت اصلا سر هزار پا. مثلا من با جواد عزتی یادتونه، اون خیلی هم بولد شده، واقعا ما وقتی بازی میکردیم بچه های فیلم برداری ویل میکردن میرفتن. خب همون آدم حالش خوبه دیگه، داره کیف میکنه با اینکه کارشون هم ممکنه سخت باشه. نرفتیم شما مشهد؟ نه دیگه، قسمت نشد دیجان. میدونی ها اصلا باید بطلبه تا بریاد. بعدش هم میدونی همین بعد از اون یه خواب قیلوله کردم، ای زندایی خدا بیامرز آقا رضا اومد تو خوابم گفتش اصلا به خیر و صلاح نیست که شما بری بی سفر. خواب چقدر زیاد شده؟ ها خیلی خواب زیاد رفته دی. مورو فصل هم هست، خیلی به فصل رب داره. خیلی خیلی خیلی. بعد محبوب خانم نرفتن؟ چرا دیگه؟ ایشون که رفتن دیگه. ایشون رفتن؟ من سریع رفتم بلیتمو دادم به یکی از همسایه ها که با هم دیگه برن همسفر داشته باشه. این عبوبات هم داد که مو بیارم بدون با مامان خانومی شما. یک آش پشت پای مشتی براشون درست کنه دیگه. ایشون که نیستن متاسفانه. نیستن؟ نه خیر. کجایین؟ یعنی چه کجایین؟ تشریف ندارن، خونه نیستن. ای بابا. مصادره یک کمدی متفاوت بود تو در واقع ژانر خودش. اما سگبند یه نوعی انگار تغییر مسیر میده، یعنی میایین به سمت کمدی تجاری و کمدی سینمای بدنه. این تغییر مسیر به چه اساسی انجام شد؟ چرا اون مسیر رو نرفتیم و اومدیم به این سمت؟ باز دوباره اینجا اس کردیم جاپاتون سفت‌تر میشه. پیدا کردن متن کمدی برای ساخت یک فیلم خیلی کار سختیه. اصلا متن و سناریو بزرگترین مشکله به نظرم در سینما، که تو یه متن قابل قبول پیدا کنی. من توی مصادره و در سگبن قطعا به دنبالی فقط یک چیز بودم، داستان، قصه. تو جفتش هم تو این قصه رو داری میبینی، یعنی وجه تشابه سگبن و مصادره برای من داستان گویش بود. اینکه تو دو تا شخصیت یا یک شخصیت داری که نگران احوالاتش میشی، درست میگم؟ یعنی باش همراه میشی برای اینکه ببینی سرنوشتش به کجا ختم میشه. هم توی مصادره این اتفاق میفته، هم توی سگبن. اما قبول دارم که سگبن عامه پسندتره، پاپیولارتره. اون یک وجه سیاسی و انسانی داره، اون داره بحث هویتی به یک نوعی میکنه در مصادره. اینجا یک داستان فقط داریم تعریف میکنیم که داستان مستند هم هست،
یعنی این دوتا برادر سال 85 و 6 84 کسایی بودن که رفتن فرمول شیشه رو واقعا آوردن. یعنی قبلش ما وارد کننده بودیم شیشه رو، الان صادر کننده هم شدیم. آره، یعنی قصه واقعی بود، اصلا از یک داستان واقعی بود. اولین های آشپزخونه تهران توی زمین شیشه بود که بچه های خزانه هم بودن. و میگم خزانه نه اینکه اونجا اینجوری ها، میگم محلشون اونجا بوده. و حالا بهت بگم که آشپزخونه هم ما چیدیم، یکی از همونا اومد برامون چید، از اونها که بلد نه. و میخوام بهت بگم وجه مشترک این دوتا داستان این بود که داستانگو بودن، دوتا فیلم داستانگو بودن، قصه گو بودن و بسنده به چهار تا جوک اینستاگرامی یا شوخی با مذهب و با نمیدونم خیلی چیزای دیگه ای که بعد تو در نهایت میگی خب قصت کو؟ یعنی فقط قراره که یک چهار تا لحظه خنده دار؟ نه، من اصلا به این معتقد نیستم. لخصت باشه. پدر واقعا ستون بود. بیا بابا اولاق. بعد از مادر همه دل خوشیمون بود. من کارگاه فروختم، دارم ندارم آوردم این بسه. اگه بخورم زمین هوا میری؟ نمیدونی تا کجا میری؟ میدونم چی میخواییم، چقدر میخواییم. میگن نوه بروسیه مادر شیشه دنیا. داداش من عاشق شدم. بای سگبند کارگردان مهران احمدی. سگبند با توجه به اینکه فرمودید در واقع خط داستانیش واقعی بود، از قبل تو ذهنتون میاد بهتون پیشنهاد شد؟ من دنبال متن میگردم دیگه، این متن رو خوندم، حمید اکبری اولین کارشه، این اولین نوشتشه و پیداش کردیم و با هم دیگه به توافق رسیدیم. اگه اشتباه نکنم سگبند فیلم برداریش زمانی که تموم شد فکر کنم کرونا تازه شروع شده بود، سه سال پیش بود. بله، فکر میکردی بعد از این تعطیلی سینماها فیلم اکرام بشه، با این اقبال روبرو بشه؟ یعنی اصلا ما فکر نمیکردیم زنده بمونیم. اگه یادت باشه دورا جون، همون دوران اول کرونا هممون فکر میکردیم که خب یکی یکی نوبت ما میرسه که اصلا از این دنیا بریم. نه واقعا اصلا فکر نمی‌کردیم در مورد سینما اصلا. واقعا اینجوری شد دیگه، یعنی گفتیم تموم شد دیگه، حالا تا کی قراره باشه و چیکار بکنیم. من معمولا راجع به فیلمی که ساختم نظری اینجوری نمیدم هیچگاه، یعنی چه تو مصادره چه تو سگبند هیچ وقت نگفتم این میلیارد قراره بفروشه. نشانه گذاری هم برای اینه که بفروشه و مخاطب دوست داشته باشه، ولی اینجوری نیستش که رقم و عدد بدم. احساس میکردم که بالاخره فروش خوبی خواهد داشت. منظورم بعد از اینکه سینما ها باز شد، یعنی موقعی که وارد اکران چرخه اکران نوروز شدید، ریسک نبود واسهتون؟ چرا، ما مثل پیشمرگه هایی بودیم که اول سینه سپر کردیم. ببینید چند تا عامل بود که خیلی ما رو میترسون. یکی گرونی بلیت، 45,000 تومان یهو از 20 تومان به 45 تومان، این مخاطب رو میریزونه. مخاطب ببخشید توی سه‌شنبه‌ها که درست میگم نیمبه هاست، ما فروشمون خیلی بیشتر بود. ما رو رقم 1,300,400,000,000 سه‌شنبه فروش داشتیم. 48,000 نفر توی سه‌شنبه مثلا یکی از هفته ها فروش داشتیم. 45,000 تومان برای مخاطبی که تازه میخواد با این رقم آشنا بشه خیلی رقم. این یکی از ریسکا بود. دو دوران پس از کرونا بود، سه ماه رمضون که 15 روز از عید گذشت ماه رمضون شد اصلا. یعنی نگاه کن همه شرایط اینجوری بود که تو بگی که آقا من انصراف میدم از، ولی اینقدر بر صورت سه سال سرمایه گذارمون پولش خوابیده بود و ما اصلا نمیدونستیم الان دوباره یه مریضی دیگه نیاد، یه اتفاق دیگه نیفته.
دیگه دلو به دریا زدیم راست حقیقت و اکران کردیم دیگه. خودتون شکف زده نشدید از فروش روز اول، مخصوصا روز اول عید که حالا مردم همه مشغول عید بازی؟ من از هیچی شکف زده نمیشم، نه ببخشید، نه اینوری نه اونوری، یعنی اصلا دیگه جهان یه جوری شده که آدم از چیزی نه خیلی خوشحال میشه نه خیلی. ولی خب باعث خوشحالی من بود قطعا، باورت شاید یکم سخت باشه برای این، ولی بیشتر از همه به فکر اون سرمایه گذاری که بالاخره پولی گذاشته سه سال و یک کلمه هیچی به ما نگفته بود، این اذیت بیشتر میکرد ما رو. ولی خوشحال بودم که این فیلم داره میفروشه، بالاخره پول اون آدم به عنوان سرمایه گذار، چون اینا رو باید حفظ کرد تو سینما، اینا بالاخره سرمایه هایی هستن که اگه از دستشون بدیم خب سینمامون هم تعطیل میشه توی این اوضاع احوالی که بالاخره وضعیت اقتصادی رو هم میدونیم. ولی خب خیلی خوشحال بودم از اینکه داره میفروشه. بازیگری که واسه سگبند انتخاب کردین همه انتخابای اولتون بودم، میخوام اینو به چون آدم در واقع راکی هستین. بله ولی یادتون باشه که مثلا بهرام افشاری 3-4 سال پیش بود. از همین منظر میخوام بگم که چطور مثلا تو اون 3-4 سال پیش که بهرام افشاری هنوز به این جایگاه نرسیده بود انتخابش کرد؟ به خاطر اینکه من بهرامو بهش اعتقاد دارم، هم امیر جعفری هم من هنوز معتقدم که بازیگر باعث فروش فیلم نمیشه، یا برعکس فیلم خوبه که باعث فروش میشه. فیلم باید مخاطب رو جذب کنه اصلا به این اعتقاد. چرا؟ یه بازیگرایی مثلا یه دونه دو تا سه تا ستش رضا عطاران میتونه توی یک فیلم بالاخره یک نقطه قوت برای فروش باشه قطعا، اما لزومن هم رضا تنها نمیتونه این ساپورت رو بکنه قطعا. یعنی داشته فیلم هایی که رضا فروش هم نکرده دیگه غیر از اینه مگه. بنابراین به نظرم بیشتر باید آدم دنبال این باشه که یه فیلم بسازه که مخاطب دوستش داشته باشه. خب بهرام افشاری من تئاتر باش کار کردم، تلویزیون با هم دیگه بودیم و بهرام خیلی قابلیت بالایی توی بازیگری مخصوصا کمدی داره. به نظرم بهرام نسل جدید بازیگری کمدی ماست، یعنی الان هم تو هر کاری که هستش من به کیفیت تو اینا کار ندارم، ولی مخاطب جذبش میشه و دوستش داره. میدونین چی میگم؟ یعنی الان مثلا مثال بخوایم بزنیم پایتخت بهرامو دوست داشتن مردم، طیفی که دوستش دارن، راز بقا، نمیدونم همین کار خودمون سگبند، یا تو اون کاری که منوچهر هادی ساخت یادتونه که وسط ها توقیف شد، رحمان 1400، اون مثلا بازم برام خیلی شیرینه. بعد قد منحصر به فردی داره توی بازیگری. آره به نظر من صحبت رضا عطاران اومد، رضا عطاران به عنوان کارگردان کار باش بیشتر میچسبه یا بازیگر؟ چون تو هر دو در واقع موقعیت باش کار کردی. هر جا هست به آدم میچسبه. رضا اصلا بحثش دیگه بازیگری کارگردانی نیست، رضا هر جا باشه آدم بهش اونجا میچسبه، کیف میکنه به خدا. حرف نداره، رضا عطاران موجود غریبیه. خب میگم تو در مقام کارگردان بازیگر تعامل باش به شدت به شدت، هم تو کارگردانی که من حالا افتخار داشتم که با رضا کار کردم اولین کارمو، هم تو بازیگری، یعنی با خودش ایده داره، بعدم از سر غرور نیست هیچگاه، یعنی من بلدمی در کار نیست، پیشنهادشو میده، حالا یا تو دوستش داری قبول میکنی یا نداری، یا اصلا اگه بری ازش بپرس. بسیار متعامله رضا، بسیار. یه سوال دیگه هستش، در هر سه تا کاری که خودتون کارگردانی کردید یه نقشی در واقع داشتید، من همین سریال اخیرتون بیگانا مامینم که حضورتون تو این کارا بر اساس اجبار یا نه یه نقشی در نظر میگیرید واسه خودتون؟
مثل کارگردان بازیگرای خیلی آره من ثبت میکنم ببینم یه نقش هرچی موند تش دیگه خودم بازی میکنم. یعنی چیز راست حقیقتش اینه که کارگردانی خودش به اندازه کافی خیلی سخته. حالا اینکه تو یه نقشی هم بازی کنی واقعا یک ویژگی خاص میخواد که من هنوز فکر نمیکنم اون ویژگی داشته. خیلی کارو سخت‌تر میکنه. ولی وقتی که دیگه هیچ کس یه نقشایی رو میبینیم که مونده و تشه خودم بازی میکنم و احساس میکنم که اتفاقا حالا باید یه جونی هم به اون شخصیته که مونده بدم. توی خب مصادره دو سکانس بود ولی اون خورخه تأثیر خودشو میذاشت توی فیلم. یا توی همین سگبند اسی 4-5 سکانسه ولی بازم تأثیر خودشو داره. به نظرم هر شخصیتی بازیگر باید ارزش افسوده بهش اضافه کنه تا اتفاق درست و استاندارد بیفته برای تو. Luxek, you have told me this story many times and every time I've listened to you carefully. But let me tell you something. You only have one option. آقای احمدی حضورتون تو شبکه نمایش خانگی با سریال ابله آقای تبریزی چی در واقع استار خود اونجا هم نقش اصلی داشتید. چرا اون کار با وجود مثلا حضور کمال تبریزی و کست خوبی که داشت اون اتفاق نیفته و مثلا به سرانجام درستی نرسید، در واقع جمعش کردن یه جوری؟ به نظرم به دلیل همون داستان قصه گویی، اینکه آقای نویسنده حالا اسم نمیادیم یک فرم مدرنی رو توی کار اومده بود از لحاظ ساختار دراماتیک پیاده کرده بود که من از ابتدا مخالفش بودم و بارها به آقای تبریزی و خودشون میگفتم به خدا این فرم کج و معوج دراماتیک رو نه فقط تماشاچی، من مهران احمدی به عنوان بازیگر هم گم میکنم. یعنی نمیفهمم چی به چی شد. این به قول شما این همه بازیگر درجه خود آقای تبریزی بالاخره سابقه درخشان و ما رفتیم هر کدوم اون یه شخصیت ساختیم. من برای اون کاراکتره یه شخصیت ساخته بودم که منحصر به فرد بود ولی اتفاق خوبی نشد. من راضی نیستم. صحنه ها رو به طور واحد که میبینی با مزه سا، اما وقتی رشته میشن چون که از دست در میره چی شد اصلا و هیچ ربطی شاید به هم دیگه نداشته باشن و از شرق میزنه به غرب، از شمال میزنه به جنوب، این باعث میشه که گم کنی. این سریال از اول روی کاغذ سریال برنده ای نبود؟ نبود، نه نه، از نظر من نبود. راستش یک داستانی بود به نام به خاطر فرانک که کتاب بود، اون به من دادن خوندن گفتن ما میخواییم این رو کار کنیم. وقتی اومدیم متنا رو اووردن دادن، سناریوها رو دیدم که این اون نیست که اصلا. گفتن که نه اون کتابه چون توی 25 قسمت نمیشده ما اومدیم یک پیوستی رو بهش انجام دادیم که بشه. و از ساخت ایران بیشتر راضی هستید دیگه؟ بله معلومه، اونم جزء کاراییه که خب به اندازه خودش بیننده داشت. چقدر دوستی با برزو تاثیر داشت پذیرفتن اون نقش؟ هیچ قدر، به دلیل اینکه برزو دیک نجات همیشه به من لطف داره، همیشه لطف داشته، دعوت کرده از چند تا کار که من برم ولی فکر میکنم یه دونش رو من بازی کردم. یعنی فقط ساخته ایران رو من با بزرگوار بودم. یعنی اون فیلم زاپاس، درست میگم؟ زاپاس بود دیگه، زاپاس. همین آفتاب پرست، این کاری که تو تلویزیون پخش شد چند وقت پیش، همه اینا رو به من لطف داره و میگه خیلی محبت داره برزو نسبت به من. ولی فقط من ساخته ایران رو رفتم بازی کردم. لطفاً یه توک
یتکه کیکاویچ. باز ببخشید اسم شما چی بود؟ بهزاد هستم. بهزاد. بهزاد جان مدیریت اینجا با کیه؟ با خانم نیاکان. خانم نیاکان؟ تنها هستم؟ جان عرض میکنم اینجا شریک دارن یا تنها هستن؟ اطلاعی ندارم من، باید با خودشون صحبت کنیم. هستن؟ بله. آقا چی شد؟ یه ترک، یتکه هویج و خانم نیاکان. یکی از کارهای موفق شما در همین عرصه در واقع سریال شبکه خانگی سریالی میخواهم زنده بمانم، نقش در واقع دشتی. دشتی خیلی شخصیت در واقع با وجود اینکه بار منفی داشت در واقع جزء قطب منفی در واقع قصه میشست، اما مخاطب باش همراه بود و شخصیت خیلی خوب از طرف شما در واقع بازآفرینی شده بود. این کاراکتر رو قبل میشناختی؟ چجوری به این در واقع ساختار واسه کاراکتر دشتی رسیدید؟ ما آخرین نسلی هستیم که کمیته اون زمانو یادمونه، یعنی دیگه بعد از دهه 60 من فکر نمی‌کنم کمیته یادشون باشه، کمیته انقلاب اسلامی و کاراکترهایی که اون زمان در واقع ما میشناختیم و ترسناک هم بودن، یه جورایی احساس ترس میکردن، میبودن کمیته اومد. خیلی چیزا ممنوع بود اگه یادتون باشه، از ویدیو ممنوع بود تا آستین کوتاه مثلا، شروالی هم یادم ممنوع بود، یعنی یه چیزایی ممنوع بود که الان به همین نسل بگی مثلا فکر میکنم مسخره بازی داری در میاری. و ترسناکش این بود که کمیته میومد میگرفت یادمه. خب من اون آدم ها رو تو ذهنم داشتم همیشه دیگه. شخصیت دشتی هم بالاخره تو کمیته اون زمان بود دیگه. البته اینجوری بود تو فیلم نامه که از کلانتری به کمیته ارجاع شده بود این آدم. و یکی از ویژگی های درجه یک نقش اینجوری بود که تک بعدی نبود. همین آدم خشن خونسرد اینجوری عاشقم بود و همون به فناش داد دیگه. در حقیقت بازی کردن این نقش رو خیلی کار سختیه، که تو در دام کلیشه نیفتی، که تو یهو تبدیل نشی به یک جنسی که فقط تیپه، حالا چه تو نوشته چه توی بازی. از پسیکوفیزیک آدمه شخصیت بگیر تا نحوه حرف زدنش تا نگاهش تا خیلی چیزا در واقع مؤثر میکنه این کلیشه‌ای شدن یا کلیشه‌ای نشدن رو. من سعی کردم فقط ساده باشه و کلیشه‌ای نباشه و از درون یک چیزی در درون هر بازیگری اتفاق میفته برای یه نقش که اون قابل توضیح نیست واقعا. همه چیز از یه چیز درونی شروع میشه. من اینم که نقشه چقدر رو کاغذ در اومده بود؟ رو کاغذ اصلا این نبود که شما میبینید. قرار بود 6-7 قسمت باشه و تمام. منم این مقاومت میکردم که این نقش خیلی چیزی نداره واقعا برای من، برای بازی اینا. روی لطف شهرام شاه‌حسینی، محمد شایسته تهیه کننده و تشویق‌های زیادی که کردن که بابا این نقشه قراره بالاخره تو بازنویسی اتفاقات بهتری بیفته براشو، بعدش هم ما تاریم تو رو میاریم، تو میدونیم میری حمالی نقش رو میکنی، یه چیزی برای ارزش افزوده به نقش اضافه میکنی و در نهایت تا قسمت 12-13 اومد دیگه شخصیته. ولی تو اومد تا 6-7 بود و هم بازجویی و تمام. این دختر همی که صدات کردم الان اینجا وایسادی، همی که خیلی راحت توی حیات اداره با هم دیگه دارین صحبت میکنین، محرم هم نیستین، هیچ کس هم کار به کارتون نداره، همین هم هر کسی برات انجام نمیده. پس یا گوش کن ببین چی دارم بهت میگم، یا دستور میدم تو محوطه هم راد ندن. پدرت هم فعلا ممنوع الملاقاته، باید ازش بازجویی بشه، مراحل پروندهش طی بشه، اون وقت شاید بتونی ببینیش. به نظرتون این سریال میخوام زنده مونم قابلیت ادامه تو فصل دو داره؟ منظر خود شما که بازگه؟ من با هیچ دوی موافق نیستم راستشو بکنم. اصلا دو یعنی چی؟ بریم یه داستان دیگه پیدا کنیم، چون این گرفته فروخته، حالا دوباره باید بریم
یه جور کاسبی میشه به نظر من. الان توی بیگناه هم میدونین من موافق نیستم، ولی اگر پا بده و شرایطش فراهم بشه بریم کار کنیم. این که میگم موافق نیستم شخصیه کاملا، ولی تو دنیای حرفه‌ای هزار بار از این اتفاقات میفته دیگه. کلا با دو موافق نیستم. نه نه به خدا، سر پایتخت هم یادته دیگه. بله سه اومدیم میرسم. چار و پنج نبودم، دوباره گول خوردیم رفتیم شیشم بازی کردیم. اتفاقا همین مسیر خوبی شد. یکی از همکاری شما با چند تا کارگردان همکاری های پی در پی زیادی داشتین که اتفاقا همه هم کارهای به قول معروف موفقی بود. بله. یکی از این کارگردان آقای سیروس مقدمه، اگه اشتباه نکنم اولین همکاریتون تو تا سرعی ها اتفاق افتاد. بله. مقصد بینیم که انتخابتون در طرف آقای سیروس مقدم تو اون دوره که حالا شما تازه به قول معروف با عنوان بازیگر داشتین خودتون رو مطرح میکردین به چه شکل اتفاق افتاد؟ تو اون کارم باز اگه اشتباه نکنم برزون ایک نجرا دستیار برنامه ریز کار بود. دستیار کار بود. بله. مقصد بینیم که اونجا با سه قلون انتخاب شدن. میخوام چه جوری انتخاب شدین آقای مقدم؟ زنگ زدن گفتن بیا. خب من با کاهانی کار میکردم تو سینما و زنگ زدن یه روز که یه کاری آقای مقدم قراره بسازه، ما هم رفتیم دفتر و اوکی شد و همین راحت. اونم نقش خاصی بودش بود. اولین همکاری در واقع مشترکتون با خانم نسرین نصرتی هم مثلا اونجا. بله 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 آفرین. اولین باری که با هم آره با هم همبازی شدیم دیگه. سرنوشت انگار تو بازیگری اینجوری بوده که من با نسرین نصرتی حداقل سه بار این زوج مشترک رو بازی کنم. تا سرعی هم جزو سریال هایی بودش که اون موقع خیلی دوچار در واقع حاشیه و چالش شد. خیلی اخیراً هم که پخش شد از آی فیلم. بله تا سرعی هم موقع که این نقش بهتون پیشنهاد شد فکر میگردید به قول معروف انقدر بگیره؟ آره آره کاراکترت اینجوری. آره آره بحثم کاراکتر نیست، بحثم داستانه. یعنی قصه رو که میخونی میفهمی که این قصه مخاطبش رو جذب میکنه. توی همون تا سرعی هم همینجوری بود. قصه خیلی قصه پرچالشی بود و اون زمان به قول شما ما فکر میکنم 5-6 قسمتمون رو حذف کردن، یعنی سانسور، دوچار سانسور شدید شد. اصلا یه جایی قصه در رفت دیگه. اصلا بعد ما هم هی باید ما هم توضیح میدم بابا این نبوده جامپه، اصلا چرا اینجوری شد، یا اون شخصیته چی شده. خب بریدن ریختن دور دیگه. یعنی قشنگ سانسور 5-6 قسمتی آدم اتفاق افتاد. تا سال یه زمینه شد برای همکاری بعدیتون با آقای در واقع مقدم و خلق شخصیت بهبود فریبا. بهبود چجوری بهتون پیشنهاد شد؟ یعنی محسن چون از قبل با توجه به شناختی که ازش دارم به آدما فکر میکنه و کاراکترها رو مثلا توت میزنن اینا، اکی در واقع شما تو ذهن محسن و آقای مقدم رفته بودیم واسه اینکه بهبود رو در واقع به شما پیشنهاد بدن؟ اصلا بهتون گفتن؟ نمیدونم. نه خب ما یه دوستی با احمد مهرانفر سر فیلم هیچ بالاخره داشتیم، شاید خب بالاخره به نتیجه رسیدن که برای این کارکتر یه بازیگری که هم تو کمدی هم تو جدی بتونه در واقع ایفای نقش بکنه دیگه رو لطف به ما رسیدن اون زمان یادمه. ولی یادمه که پایتخت یکو که من میدیدم خب خیلی میخندیدیم دیگه، منم یکی از طرفدارش بودم. به بچه ها زنگ میزدم، به محسن، به احمد که خیلی شاکاره، باریکلا، خیلی میخندیم، فقط همین. ولی توی دو خب زنگ زدن دوباره رفتیم و بهبود فریبا یکی از کاراکترهای در اون موفق پایتخته که تو برخلاف اون گفته شما که تو دعا هیچ موقع چیزه تو در واقع ادامش در پایتخت سه به تکامل میرسه، اما همون کاراکتره هستش، یعنی تغییری نمیکنه. میخواستم بگم این کاراکتر بهبود کی به این شکل رسید؟ چون معلومه قبل از در واقع من یک دوربین در واقع رفتم پیش تولید کردم نقشو. درست میگین شما. تو دو هم تو 5 قسمت بود، یعنی کامل نبود شخصیت. سه در حقیقت اون شاکله اصلی بهبود شکل گرفت، یعنی
در حقیقت یک بهبود همون سه بود، چون توی دو واقعا چهار قسمت فکر میکنم حضور داشت. یکی بحث خروسه بود و یکی بحث اعتیاد برادره که خود بهرام بازی میکرد و اونم سه قسمت بود که اینا دیگه بعد اون کامیون رو راه انداختن، اون چیز رو بردن، چیه، گنبد و بارو رو. ولی تو سه از ابتدا دیگه شکل استیبل بهبود توی قسمت سه پایتخت اتفاق افتاد. به نظرتون بازگشت بهبود درست بودش تو شیش؟ نه اصلا آبدا. صد بار دیگه هم ازم بپرسین میگم نه. من اون تصمیمی که گرفتم تو سه و تمومش کردم و باید روش وای میستادم، اما اصرار سه ساعته آقای تناونده و ولش کن. من یادم اون موقع هم یه پستی گذاشتید بعد از قسمت پایانی در واقع پایتخت، ابراز پشیمونی کردید. به شدت، به شدت. یکی از پشیمونی های زندگی من با بازگشت به پایتخت شش بود. یعنی نه تنها در کار حرفه‌ای، کلن در زندگی یک پشیمونیه که هیچ کارش نمیتونم بکنم. با توجه به اینکه حالا موافق در واقع ادامه دادن رو نیستین، در رتبه پایتخت هم همین نظر رو دارید؟ دارم بگم جزو پشیمونی های زندگی. نه نه، واسه خودت نه، کلن ادامه پیدا کنه. به من ربطی پیدا نمیکنه. به عنوان مخاطب؟ به عنوان مخاطب نه. اسم میکنی تموم شده دیگه؟ معلومه که تموم شده. وقتی که خشایار الوند فوت کرد پایتخت تموم شده. اینا هم شعاره که میدن که ما خیلی خودمون بلدیم و خشایار. نه، خشایار الوند بسیار مهره موثری بود در پایتخت. خانم آبیار هم جزو در واقع کارگردانی هستش که کاری در واقع متعددی باشون انجام دادین. نقش که تو ابلق دارید در واقع برادر کارکتر اصلی فیلم هستش. این از ابتدا همینقدر بودش؟ باز جز نقشه کوتاه تاثیرگذارتون بودش؟ کم شد توی فیلم، کمتره. یکی دو سه سکانس دیگه داشت که حالا به دلایلی کم شده. ببین این از همون نقشاییه که کوتاهه ولی تأثیر خودش رو در فیلم داره. یعنی حدوداً فیلم کنم چهار یا پنج سکانسه، ولی تأثیری که رحیم توی فیلم میگذاره کانسپت فیلم اصلا، یعنی مصلحت اندیشی. شاید به همین دلیل خب من قبول کردم. این اولین دلیلش بود. دومین دلیلش بالاخره سرکار خانم آبیار، آقای قاسمی، اینا تو اون وهله برای من آدم های مهمی بودن، چه از لحاظ حرفه‌ای چه از لحاظ رفاقتی که با هم دیگه داریم، و تجربه خوبی که در کارهای قبلی با هم دیگه داشتیم، چه تو فیلم شیار 143 چه تو فیلم نفس، که جزو آثاریه که من به شخصه به عنوان یه مخاطب دوستشون دارم، نه به عنوان اینکه بازی کردم، و جزو آثاریه که با افتخار همیشه ازش یاد میکنم در بازیگری برای خودم شخصا. اینا این دلایلی بود که احساس کردم میشه. از همین منظر میخواستم بپرسم که واسه در واقع پذیرفتن نقشه کوتاه ملاکاتون چیه؟ از جمله هم که تو ابلغ حالا جوابش ملاک باید وجود داشته که جواب دادین. آره، سه تا ملاکی که گفتم خیلی مهمه. یکی هم که پول خوبتری بدن با آدم، نه زودتر هم تمام میشه میدن. آره زودتر هم تمام میشه، ولی تو وقتی نقش کوتاه بازی میکنی برعکس اون چیزی که همه میگن باید یکم پول بهتری بهت بدن، چون که آره. ولی اینجا نه ها، اینجا آقای قاسمی من اصلا امضا کردم و گذاشتم. یه نکته در رابطه با شخصیت رحیم اشاره داشتین که مصلحت اندیشی،
تو اون موقعیتی که رحیم قرار میگیره و در واقع کاراکتر اصلی راحله رو تو موقعیت در واقع تصمیم گیری میذاره، شما خودتون تو اون موقعیت رو چجوری ارزیابی میکنید و به عنوان در واقع یک فرد در واقع مستقل تو اون موقعیت، آیا موقعیتی هستش که واقعا باید آدم باش روبرو بشه به این شکل؟ جامعه باعث میشه که ما به اون مسیر بریم. میدونی چرا اون دختر حرف رحیم رو میپذیره؟ چون منطقی حرف میزنه، چون بر اساس زور حرف نمیزنه، بر اساس منطق حرف میزنه. این منطق ممکنه دهشتناک باشه، این منطق ممکنه خلاف عدالت باشه، حتی این منطق ممکنه عدالت و حقیقت رو قلب کنه، اما منطق. به همین دلیله که اون میپذیره. خیلی از اوقات در زندگی ما به این مناطقی که عرض کردم میرسیم، در لحظه‌ای قرار می‌گیریم که بین وجدان و عقل باید یکش رو انتخاب کنیم، بین منطق و وجدان. شخصاً من خودم به عنوان مهران احمدی وجدانم رو انتخاب می‌کنم، ولی شاید کار عقلانی نباشه. تو خودت عقل داری، شعور داری، فکر داری، ببین چی بهتر از همه است. چوب لا لجن نزن، او گندش میزنه بالا، میفهمی؟ این جماعت الان میخوان تکلیفشون روشن بشه، ببین چی باید بهشون بگی. شما یکی از دوستای صمیمی در واقع آقای کاهانی بودین، دوستیتون هنوز ادامه داره؟ رضا کاهانی؟ عشق بابا، اگرم چیزی، مطلبی، حرفی، چیزی بوده، بذارید رو حساب دلخوری های عاشقانه. الان که من سال هاست از رضا بی خبرم، ولی به عنوان یک انسانی که من همیشه به جز محبت چیزی ازش ندیدم، اگر کم لطفیم بوده لابد سهوی بوده، خیلی من نمیگذارم رو حساب غرض ورزی. و اگر منو میبینه دستشو میبوسم، روی گلشو میبوسم و امیدوارم دوباره ببینمش و صدای گرمشو بشنوم. آره واقعا تو دنیای حرفه‌ای ممکنه هزار تا اتفاق بیفته، من هم اشتباهاتی دارم، اون هم داره، بالاخره همه ما خالی از اشتباه نیستیم. اما اون چیزی که هست اینه که من سالهای سال با این رفیق عشق کردم، حال کردیم، زندگی ها ساختیم، در گوشی ها داشتیم. آره بابا، ایشالله بشه که دوباره ببینم. به کارگردانی تئاتر فکر میکنی؟ نه واقعا وقتش رو ندارم الان. علاقه دارید یا وقتش رو ندارید؟ علاقه که دارم، ولی وقتش رو ندارم. یعنی انقدر تصویر و پسا تصویر زندگی منو مشغول کرده که واقعا الان تئاتر و صحنه برام اولویت نیستش. یه چند سالی فرصت دارم که بالاخره کارهایی که دارم رو انجام بدم توی سینما. حالا برای تئاتر وقت زیاده. دست شما درد نکنه، وقت گذاشتین، اگر صحبتی دارید. خیلی ممنون، امیدوارم که گفتگوی جذابی بوده باشه و ممنون از دعوت. دست شما درد نکنه. مرسی از شما.